با درود به همه شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه خبر، البته آن سوی خبر. اینا مقدماتی است برای همون جور که گفتم، تغییر زمان میخواد و من دارم این زمان رو به دوستان گروه خبرم کمک میکنم. در این زمان اولا یه توضیح بدم. روز جمعه من اشاره کردم که آقای عباس امیرانتظام به دیدن زندانبانش محمدی گلپایگانی رفت، بعد محمدی گیلانی میگفتم، ولی دیگه نخواستم ادیت بشه، اونو گفتم توضیح میدم روز بعد. نازنینانی که ما رو میبینن گاهی این اشتباهات لپی رو بر ما میبخشاین، بنابراین عذر میخوام و خبرهای امروز رو یک نگاهی میکنم بهش با همون نگاه ویژه‌ای که خدمتتون عرض کرده بودم. یه خود متفاوته خبر، به عمقش بریم، پشتش رو ببینیم و پکیجای خوب و زیبامون هم همچنان ادامه خواهد داشت. آقای روحانی رئیس جمهوری گفتن که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. یک بار دیگر تأکید، و صلح‌آمیز خواهد ماند و ایران از حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی کوتاه نخواهد آمد. کسی هم نخواسته بود کوتاه بیاد. ایشون در دیدار با فرستاده ویژه رئیس جمهوری چین با بیان اینکه ایران منتظر اجرای توافقات به عمل آمده در ژنو است، گفت فعالیت هسته‌ای ما صلح‌آمیز است، از حقوقمون کوتاه نخواهیم آمد. توافق هسته‌ای اخیر در بودجه سال جدیدم که مجلس ارائه شده تأثیر گذاشته، که حالا به اون مسئله هم خواهیم پرداخت. آقای روحانی گفت پس از به نتیجه رسیدن مرحله نخست مذاکرات، فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز، سکه و مسکن جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است. آرزو می‌کنیم، ما آرزوی اون روزی رو داریم که آنچنان امنیت اقتصادی در وطنمون باشه که سرمایه گذاران از چهار سوی جهان به سوی ایران بیان، همونطور که به سوی ترکیه رفتن، همونطور که به سوی دبی رفتن و شماری دیگر از کشورهایی که به جای شعار شعور رو برگزیدن. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از بازدید کارشناسان آژانس بین‌المللی اتمی از کارخانه آب سنگین عراق خبر داد. به هر حال ناچار شدن درهای عراق رو هم بگشاید. آقای کمالوندی به خبرگزاری فارس گفته کارشناسان که شب گذشته از تهران به عراق سفر کرده بودند، از صبح امروز، یعنی دیروز در واقع یک شنبه، بازدید خود را از تجهیزات عراق آغاز کردند. 16 رسیده بودند به تهران و قرار بود دیروز یک شنبه از تجهیزات دیدن کنند. و اشاره کرد آقای کمالوندی اینا بازدیدشون که تموم شد میان تهران و برمیگردن به وین. گفت درباره جزئیات هنوز با هم بحث نکردیم، اما در مذاکرات وین، مذاکرات آینده با کارشناسان ایرانی، به احتمال قوی در این باره صحبت خواهد شد و ساز و کار و زمان بازدید از معدن گچین نیز تعیین می‌شود، معدنی که ایران از اون اورانیوم به دست میاره. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسش برخی از مقامات آمریکایی از جمله وندی شرمن درباره مذاکرات با ایران و آنچه که دستاورد این مذاکرات بوده، گفت برچیدن بخشای زیادی از تأسیسات هسته ایران از شرایط رسیدن به یک توافق نهایی خواهد بود. اینو خانم شرمن گفت. جانب ایرانی، طرف ایرانی زیرش زده، میگه چنین نیست. مسئله تأسیسات آب سنگین عراق از این جمله است. چرا ایران باید روی آب سنگین عراق تکیه بکنه اگر در پس ذهنش قصد ساختن سلاح هسته ای نداره؟ آقای کمالوندی در مقابل گفت ایران حقوق هسته‌ایش را ولو به طور موقت واگذار نمی کند. ای کاش آقای کمالوندی امروز صحبت‌های کارشناس اقتصادی ما آقای دکتر فرابخش رو می شنید که می گفت گزیری جمهوری اسلامی ندارد جز اینکه آنچه را می گویند بپذیرد. بنابراین این شعارها، حرفایی که آقای کمالوندی می زنه به درد نمی خورد. ایشون میگه خانم شرمن و دیگر مقامات آمریکایی تحت فشار صهیونیست‌ها و شرایط این حرف را می‌زنند. نه، اینها جزئی از بنود همین توافق موقت در ژنو است برای 6 ماه. آقای روحانی مصوبه تاییدیه رئیس دانشگاه آزاد را ابلاغ کرد.
ایشون رئیس شورای انقلاب فرهنگی هم هستن و رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی دفاع، چند تا شورا داریم. ایشون گفت در مصوبه تایید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی آمده است که ابلاغ شده. در تاریخ 28 آبان شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مصوبه تاریخ 27 شهریور 92 که توسط هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده، این مصوبه رو تایید کرد و برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات، فناوری، وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی و خود دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد. در این ابلاغیه دکتر حمید میرزاده بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و به موجب تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت 4 سال به عنوان رئیس دانشگاه منصوب شده. سید حسین شاه مرادی هم به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی منصوب شد. حالا در میان ما همیشه پکیج‌های خیلی پرهیجانی داریم. کشورهای حاشیه خلیج فارس، شورای همکاری‌های خلیج فارس جلسه مهمی دارن در نشست کویت، یعنی سران جمع میشن، وزرای خارجه میرن، بعد سران. جالب اینه دیروز و پریروز هم در بحرین یه کنفرانسی بود درباره امنیت ملی و امنیت منطقه، مسئله ایران، روابط با ایران. دیدن آقای حسین موسویان اونجا بسیار جالب بود، به عنوان حالا کارشناس میاد که ارتباط تنگاتنگ با آقای روحانی داره. آقای سجادپور هم بود، یکی از جوانان ایرانی که به عنوان یک محقق و کارشناس ارزنده در واشنگتن مورد احترام محافل سیاسی و دانشگاهی است. هر دو بودند و حرفای زیادی زده شد. امیر ترکی الفیصل رئیس سابق استخبارات سعودی و سفیر اسبق این کشور در لندن و ایالات متحده هم حضور داشت. شغل رسمی نداره اما تجربه امیر ترکی الفیصل و جایگاه اون در خاندان سلطنتی سعودی همیشه او رو در صف نخست قرار داده و در کنفرانس بحرین هم بسیار جدی صحبت کرد که اگر جمهوری اسلامی واقعا در صدد روابط دوستانه است، تجدید نظر در خیلی از سیاستش لازمه. حالا پیشنهاد شرکت شورای همکاری خلیج فارس در مذاکرات اتمی در آینده نیست، مسئله مهمی است که در سخنان امیر ترکی الفیصل شنیده شد. به گزارشی در این زمینه توسط همکاران گروه خبر توجه فرمایید. ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی و رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، در نشستی درباره امنیت خاورمیانه در منامه پایتخت بحرین گفت: من پیشنهاد می کنم که مذاکرات با ایران تنها محدود به گروه 5 به علاوه 1 نباشد. الفیصل که سابقه سفارت در آمریکا و بریتانیا را نیز دارد افزوده است: شورای همکاری خلیج فارس باید در مذاکرات شرکت داشته باشد. ترکی الفیصل از سیاستمداران پرنفوذ سعودی است. او در نشست منامه تاکید کرده است که ایران در منطقه خلیج فارس واقع شده و هر عمل نظامی بر تمامی کشورهای این منطقه تاثیرگذار است. وی همچنین به خطری اشاره کرد که برنامه غنی‌سازی اورانیوم میتواند برای محیط زیست منطقه داشته باشد. الفیصل پیشنهاد خود برای شرکت شورای همکاری خلیج فارس در مذاکرات هسته‌ای با ایران و در نتیجه تشکیل گروه 5 به علاوه 2 را پیش از این نیز در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل مطرح کرده بود. وی در این مصاحبه تاکید کرده بود آنچه در مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تصمیم گرفته می شود بر امنیت عربستان سعودی تاثیر می گذارد، در حالی که عربستان به این مذاکرات دعوت نمی شود. الفیصل پیش بینی کرده بود که مذاکرات هسته‌ای با ایران سالها طول خواهد کشید و در این سالها ایران و اسرائیل توانایی‌های هسته‌ای خود را گسترش خواهند داد. در واکنش به این پیشنهاد، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: پیشنهاد حضور کشورهای عربی در مذاکرات هسته‌ای توطئه جدید غربی هاست. وی در ادامه به دلایل مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 پرداخت و گفت: دلیل اینکه ایران با گروه 5 به علاوه 1 مذاکره می کند به این خاطر است که این کشورها عضو شورای امنیت هستند و پرونده ایران را به آنجا بردند و
ولی اینکه برخی از کشورهای عربی بنشینند و در این زمینه اظهار نظر کنند و درخواست مشارکت کنند در حالی که تصمیم گیرنده نیستند جای بررسی دارد و دیپلمات‌های ما باید این موضوع را بررسی کنند و ببینند موضوع از چه قرار است. کشورهای غربی، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس مدت هاست با دیده تردید به غیر نظامی بودن برنامه اتمی ایران می نگرند. در مقابل، ایران نظامی بودن هدف برنامه اتمی خود را رد می کند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف هفته گذشته با سران 4 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار داشت. او از عربستان سعودی دیدن نکرد، گرچه اعلام داشت که در نظر دارد به زودی به منظور حرکت در جهت ایجاد ثبات در منطقه با مقامات سعودی گفتگو داشته باشد. مدت هاست که روابط میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران بیش از هر چیز به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد علیه شهروندان سنی مذهب دچار تنش شده است. همچنین چند کشور در منطقه خلیج فارس ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود می کنند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عبارتند از عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی. یه نکته دیگر هم باید بگم خیلی جالبه. درست در جریان نشست آینده سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، دولت عمان، سلطان نشین عمان اعلام کرد این طرح اتحاد رو نمیپذیره. طرحی که پادشاه سعودی 2 سال قبل مطرح کرده بود و به موجب آن این کشورها مثل اتحادیه اروپا در جهت ایجاد یک نظام بانکی، پول واحد و برداشتن مرزها با هم اتحاد کنند، که البته تصور نمیکنم این بار در اجلاس کویت این کار انجام بشه. مرگ پرزیدنت نلسون ماندلا، مرد بزرگ جهان و آفریقا، در ایران باز برداشت‌های متفاوتی رو ایجاد کرد. آقای روحانی بر پایه بعضی از گفته‌ها علاقه‌منده که در این مراسم شرکت کنه، اما آقای حسین شریعت‌مداری نماینده ولی فقیه و مدیر کیهان اعتراض کردند که اگر آقای روحانی بره، عده‌ای از دست‌های پس پرده و وابستگان استکبار می‌خوان یه جوری روحانی رو اونجا با رئیس دولت و شیطان اکبر یا شیطان بزرگ آقای اوباما ملاقات بدن. در نیویورک نشد، حالا در جوهانسبورگ. آقای خاتمی هم در اینجا گفته من از مرگ ماندلا بسیار متاسفم، پیامی را بدین مناسبت دادم، امیدوارم بتوانم در مراسم مرگ ماندلا شرکت کنم، انشالله که تا کنون چنین مشکلی وجود نداشته باشد. یادتونه خاتمی یه بار قبل از انتخابات خواست از کشور خارج بشه، گذرنامه‌اش اجازه خروج با اون گذرنامه پیدا نکرد. در همین حال 59 تن از رهبران جهان تا کنون اعلام کردند که در مراسم به خاک سپاری این بزرگ مرد شرکت خواهند کرد. سه‌شنبه آینده این مراسم برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی به رویتر گفته شمار دقیق رهبران هنوز معلوم نیست، ولی بزرگانی از 4 سوی جهان به جوهانسبورگ خواهند آمد. خبری بود که شایعات، وزیر اقتصاد ایران نیامده، قصد رفتن داره به خاطر فشارها، به خاطر انتقادهای نابجا و تهدید به استعفا کرده، ولی گفتن استعفای در مجلس گفته شد استعفای ایشان پس از دلجویی از او منتفی شده است. آقای علی طیب‌نیا روز یک شنبه پس از قانع نشدن مجلس از توضیحاتش درباره نرخ ارز گفته بود که استعفا میده. پس از انتشار این خبر آقای عبدالکریم رجبی و عزت الله یوسفیان ملا، دو نماینده مجلس، به رسانه‌های عمومی گفتند پس از دلجویی از او استعفا منتفی شد. دلجویی چجوری انجام گرفته؟ چای براش آوردن و نشستن روش و بوسیدن. به هر حال در مجلسی که بیشتر نمایندگان علاقمندن به سبک و سیاق زندگیشون چارزانو روی زمین بنشینند و اگر اجازه پیدا کنن همون گوشه هم سفره رو پهن کنن، اشکال نداره، دلجویی هم همین گوشه و کنار مجلس انجام میگیرد. آقای تاجزاده رو میشناسیم، مصطفی تاجزاده، معاون وزارت کشور در زمان آقای خاتمی، مردی با موتورسیکلت و در زندان است و ملاقات پدرش رو با او ممنوع کردن.
نامه نوشته به خامنه‌ای که آقا جان ملاقات با پدرم کیان اسلامی رو به هم میزنه. این چه حرفی است که شما میزنید؟ ایشون در نامه‌ای از زندان اوین گفته 6 ماه ممانعت از ملاقات پدر داشته، پدرش نتونسته ببینه. مادرم در اتاقی در اوین با 2 دوربین و چند میکروفون کیان نظام جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه و حالا نوبت پدرم شده. تاج‌زاده زبان خود را نگاه نداشت، دلاورانه ایستاد در برابر ظلم حکومت ولایت فقیه، اعتراض کرد، زندان کشید، ولی او مثل بهزاد نبوی که معلم فکریش بود و با هم در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یک قدم پس نگذاشت. همچنین بانوی او که جا به جا اگر لازم شد پا به پای مردش خانم محتشمی پور ایستاد و اعتراض کرد. حالا یه گزارشی داریم که در رابطه با این فواید این توافقنامه ژنو، دلار رو گران کرد، بودجه اومد مطرح شد، دلار گران شد، مردم منتظر بودن بودجه معجزه ای کنه. به گزارشی در این زمینه توجه کنید که همکاران ما تهیه کرد. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که رشد صادرات غیر نفتی از 2.5% در سال 92 به 10 تا 12% رشد مثبت در سال 93 برسد. عیسی امامی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی دولت برای نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت دولت تأثیر نرخ ارز در بودجه سال آینده را 2650 تومان در نظر گرفته است. آقای امامی تصریح کرده است دولت میزان رشد اقتصادی در سال آینده را 3.1 تا 7.1% پیش بینی کرده است. البته دولت رشد نقدینگی را به شکلی مدیریت کرده که پیش بینی می شود تا میزان 18% در سال آینده کاهش داشته باشد. و با بیان اینکه دولت بر اساس لایحه بودجه 93 قصد دارد نرخ بیکاری را از 6.12% در سال 92 به 4.12% در سال آینده کاهش دهد افزوده است. دولت بر اساس بودجه سال 93 رشد واردات را 9 تا 11% پیش بینی کرده که در جلسه امروز معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت که دولت قصد دارد آن را کاهش دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرده است دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که رشد صادرات غیر نفتی از 5.2% در سال 92 به 10 تا 12% رشد مثبت در سال 93 برسد. امامی با بیان اینکه دولت در تملک دارایی سرمایه‌ای اولویت را به طرح‌های عمرانی بالای 70% رشد قرار داده است گفته است دولت بر این اساس پیش بینی کرده است 246 طرح عمرانی مهم کشور را به طور 100% نهایی کند. وی تصریح کرده است ما هنوز وارد بحث های ماده واحده و منابع درآمدی در لایحه بودجه 93 نشده ایم. هنوز کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تصویب نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داده است درآمدهای مالیاتی که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده در شرایط رکود تورمی واقع بینانه نیست. رشد اقتصادی باید طوری باشد که دولت بتواند درآمدهایی را از طریق مالیات‌های بنگاه‌های صنعتی دریافت کند. امامی در پایان گفته است دولت صادرات 1,000,000 بشکه در روز و هر بشکه 103 دلار را پیش بینی کرده است. البته با صادرات روزانه 300 هزار بشکه میعانات گازی در مجموع این میزان به 1,300,000 بشکه در روز پیش بینی شده است. بر اساس قوانین ایران دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را تا قبل از 15 آذر سال پیش به مجلس تقدیم کند تا نمایندگان فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند. اما این اتفاق در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رخ نداد و در پاره این موارد کشور تا چند ماه پس از آغاز سال بدون بودجه اداره می شد. حسن روحانی پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده از طریق بانک مرکزی بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم در شرایط اقتصادی اخیر ایران تبدیل کرده است. روحانی با بیان اینکه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی یکی دیگر از دلایل رکود در اقتصاد ایران بوده است گفت
عدم قطعیت و عدم امکان پیشبینی آینده یکی از اثرات تحریم ها بود که موجب شد کارآفرینان به سوی فعالیت های سودآور کوتاه مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق پیدا کنند و از تولید فاصله بگیرند. خب گزارش جالبی بود در رابطه با بودجه، شنیدید که چه پیشبینی هایی شده، اما این پیشبینی ها تا زمانی که مسئله تحریم ها قطعی نشه و تحریم ها به طور کامل برداشته نشه، بودجه ایست که همچنان از رویاها صحبت میکنه. امیدوارم جمهوری اسلامی ملتزم به تعهداتش باشه و تحریم ها هم برداشته بشه و کشور در یک مسیر درست بیفته، مصلحت ملی اولویت پیدا بکنه بر مصلحت حوزه علمیه و دفتر مقام معظم رهبری. آقای روحانی رئیس جمهوری از شرکت‌های ژاپنی دعوت کرد در ایران سرمایه گذاری کنند و همراه بشن با بخش خصوصی و دولتی ایران. ایشون در دیدار با رئیس سازمان تجارت خارجی ژاپن از شرکت‌های ژاپنی خواست در بازارهای ایران حضور فعال داشته باشند. جالبه، یه زمانی ژاپن اولین حرف رو در عرصه اقتصاد ما میزد. شرکت‌های ژاپنی همه جا بودند، حتی شرکت‌های اتومبیل سازیشون، و متأسفانه شرایطی که در دوران آقای احمدی نژاد به وجود اومد باعث این شد که اینها از ایران بیرون برن. آقای محمد نهاوندیان پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ایشون با توجه به مقامی که داره در دفتر، با تاکید بر ضرورت همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور گفته برای جمهوری اسلامی ایران حضور فعالان و شرکت‌های ژاپنی به منظور شرکت در بازارهای ایران به خصوص در بخش انرژی، معدن، حمل و نقل، پتروشیمی و توریسم بیش از همیشه فراهم است. من همون حرفی که زدم، تأمین اقتصادی، امنیت اقتصادی همه جهانیان خواهند آمد. ایشان به حضور بعضی تجار برخی کشورها در ایران به رغم فشارهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت ژاپنی ها هم باید همین کار را بکنند. آقای نهاوندیان گفته که تبادل نظرها و رفت و آمدهای مقامات بلندپایه دو کشور به ویژه هیئت‌های اقتصادی و تجارتی میتواند در تقویت و استحکام مناسبات فیما بین تأثیر گذار باشد. آقای هیرویوکی ایشیگه رئیس سازمان تجارت خارجی ژاپن در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط تهران و توکیو، امکانات و ظرفیت جمهوری اسلامی را برای سرمایه‌گذاری بسیار بالا دانست. قرار است در این همین تحریم‌های اندکی که برداشته شده، وسایل یدکی هواپیماهای غیر نظامی در اختیار ایران قرار بگیره. ناوگانی که از هواپیماهای بوئینگ استفاده می‌کنه هنوز و هواپیماهای ایرباس بتواند هواپیمای تازه بخرد. و همین باعث شده که معاون وزیر راه و شهرسازی بگوید اگر شرکت‌های هوایی هواپیمای تازه خریدن، مدرن شدن، تجهیزاتشون تجهیزات نو شد، قیمت هم بالا خواهد رفت. شرکت‌های هوایی با مشکلات اساسی روبرو هستند. مسئله سکیوریتی، امنیت، بازرسی‌های عجیب و غریب که در بعضی از فرودگاه‌ها غیر قابل تحمل میشه و هزینه بالای سوخت پرواز رو که یه زمانی لذت بخشترین بخش سفر آدم بود به عذاب علیم تبدیل کرده و بسیار هم گران. در ایران هم که یه موقعی هر نفر میرفت در یکی از این جمهوری های سابق اتحاد شوروی و از این هواپیماهای یاک و هواپیمای ایلیوشین و هواپیمای آنتونوف، حالا به هر وضعی بود کرایه میکرد. من خود سوار این هواپیماها در تاجیکستان و ازبکستان و اینا شدم و دیدم که چگونه بعضی از این دهقانان و غیره با مرغ و خروس می آمدن و کف هواپیما می نشستن و به مرور در ایران هم داشت اینجوری می شد که اون سقوط های متعدد باعث شد نظارت و کنترل بیشتری داشته باشن. آقای مجیدی درباره توافقات اخیر در ژنو و لغو تحریم واردات قطعات هواپیما گفته با برداشته شدن این تحریم ها و وارد شدن قطعات هواپیما طبیعی است که قطعات مورد نظر به سهولت در اختیار شرکت ها قرار می گیره و گفته امیدوارم که
به هر حال با اینکه امیدوار زیاد به توافق ژنو نیستم، ولی امیدوارم که در آینده ما با این مشکل روبرو نباشیم. و گفت سهم شبکه ریلی از حمله بار 10.5% است که بر اساس برنامه پنجم توسعه این میزان باید به 30% برسد. ارقام بزرگ همیشه آدمو شک میاندازه. سنگ بزرگ علامت نزدن است. آقای رئیس دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان گفته 10 نفر برای ترور دادستان زابل دستگیر شدن. مژده‌ای که میدن، خبری که میدن فقط دستگیری است و اعدام. شما اگر قادر بودید همانهایی رو که گفتید تروریستن و عده‌ای از نیروهای پاسدار مرزی رو به قتل رسوندن دستگیر میکردین، 16 انسان رو از زندان به عنوان گروگان اعدام نمیکردید. به این نکات باید توجه کرد. آقای حمیدی گفته که در مورد آخرین پرونده ترور دادستان زابل گفته تا کنون 10 زن و مرد در این رابطه دستگیر شدن. ایشون اشاره کرده انگیزه این ترور، گفته که بله ممکنه چون آقای موسی نوری به یک پرونده قاچاق رسیدگی میکرده میتواند مسئله قاچاق باشد. و ایشون فراموش میکنه که آقای موسی نوری چند حکم اعدام صادر کرده بود. خودروی حامل آقای موسی نوری قلعه نو، دادستان عمومی و انقلاب شهر زابل 15 آبان ماه در برابر بیمارستان امیرالمؤمنین در بزرگراه شهید طباطبایی زابل به رگبار بسته شد. ایشون در مهر ماه گذشته به سمت دادستان برگزیده شده بود. آقای موسی نوری قلعه در سال 1355 در زاهدان متولد شده و دارای یک فرزند بود. 2 سال قبل از انقلاب. خب خبر این که آقای رئیس جمهوری اسرائیل هم گفته من دوست دارم با آقای روحانی ملاقات کنم، هیچ مشکلی هم نبینم، قابل توجهه. آقای شیمون پرز گفته که بله نفوذ و قدرت حسن روحانی متاسفانه محدود، اما گفته من هیچ یه موقع اصلا دلم نمیخواست با عرفات ملاقات کنم، اما شرایطی پیش اومد که رفتم با عرفات دست دادم، با هم ملاقات کردیم و به گمان من واقعا احتمالا روبوسی هم کرده بودن، چون این آخری ها وقتی که قبل از اینکه جایزه نوبل رو رابین و عرفات و پرز دریافت کنن اینها با هم بسیار نزدیک شده بودن، به ویژه در زمینهای امنیتی علیه تندروها با هم همکاریهای نزدیک داشتن. پرز میگه عرفات سیاست رو عوض کرد، ما هم عوض کردیم و الانم من همین رو میخوام. هدف این است که دوست به دشمن تبدیل شود، این هدف سیاست ما در اسرائیل است. مشکل اسرائیل اینه که رئیس جمهورش مثل آقای پرز بعد از تجربه های بسیاری رو از در پشت سر گذاشتن، از نظامیگری تا سیاستگری تا کار امنیتی تا کار سری، امروز به نقطه رسیده پرز مثل دولت مردان حزب کارگر و خانم لونی، آقای یوسی بیلین و معتدل های اسرائیل خواستار صلح با فلسطینی ها هستند. آقای نتانیاهو و آقای لیبرمن و تندروها حسابشون جداست. آقای پرز رو هم باید از کبوتران دانست، انسانی که عاقل فهیمه و احترام بسیاری در مجامع بین‌المللی دارد. خبر دیگری دیدم، 31% ازدواج موقت در ایران بالا رفته. همان صیغه معروف. احمد تویسیرکانی معاون قوه قضاییه گفته که در 7 ماهه امسال 192 مورد ازدواج موقت ثبت شده که نسبت به سال گذشته 31% افزایش داشته. 192 مورد چیزی نیست، اینم باید در قم باشه قاعدتا بین اجله علما. آقای توسیرگانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص ثبت ازدواج موقت گفته ازدواج موقت به موجب قانون حمایت از خانواده در ابتدا الزاما نباید به ثبت برسد. بله قبول ایجاب همین هست دیگه، زوجت که نفسی لنفسی و کار تمام است. حالا ملایی هم باید باشه که یه شیرنی هم به اون بدن و اخیرا هم شنیدم یه پولی میگیرن و خب مبارک باشد انشالله. تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار برکناری آقای ظریف شدن. چرا؟ چون آقای ظریف واقعیت رو گفت، گفت ما در برابر قدرت نظامی آمریکا کاری نمیتونیم بکنیم. آمریکا 10 دقیقه میتونه تمام این تشکیلات نظامی ما رو نابود کنه.
این به گوش آقایان خیلی سنگین آمد، به ویژه آنهایی که مثل آقای کوثری مرتبط با سپاه هستند. 70 و اندیشون اعتراض کردند و خواستار برکناری شدند. وزیر اطلاعات سابق آقای حیدر مستحی هم یادمون نرفت که ایشان را نادان و جاهل به قدرت نظامی کشور دانست. بریم ببینیم یک پکیج جالبی در این زمینه همکاران ما تهیه کرد. 72 نماینده مجلس با انتشار 2 نامه جداگانه به اظهارات محمد جواد ظریف واکنش نشان داده و شماری از آنها خواستار برکناری وی از حسن روحانی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان مجلس در تذکری به حسن روحانی از وی خواستند در خصوص ادامه خدمت ظریف در وزارت امور خارجه تجدید نظر کند. در این تذکر آمده که آقای ظریف در 110 روز گذشته در موارد مختلفی عزت و اقتدار ایران را با مواضع ناپسند خود نادیده گرفته و باعث جریحه دار شدن عزت انقلاب اسلامی و ملت ایران شده است. این نمایندگان اظهارات ظریف درباره از کار انداختن سیستم دفاعی ایران با یک بمب از سوی آمریکا و افسانه خواندن هولوکاست و مذاکره در موارد جزایر سگانه را از جمله مصادیق این مواضع ناپسند اعلام کردند. 53 نماینده هم در نامه دیگر به محمد جواد ظریف به خاطر این اظهار نظر وی که آمریکا با یک بمب میتواند سیستم دفاعی ایران را نابود کند تذکر دادند. آنها در نامه خود نوشتند: متاسفانه آقای ظریف در سابقه زندگی خود حتی 1 ساعت حضور در دفاع مقدس را ندارد. باید از تجهیزات دفاعی دشمن بترسد و آن را بزرگ بپندارد. حمید رسایی، حسین طلا، مسعود میرکاظمی، روح الله حسینیان و حسین مظفر از جمله این تذکر دهندگان هستند و متنان نیز از سوی حمید رسایی نماینده تهران تنظیم شده است. اغلب این افراد وابسته به جبهه پایداری از تشکل‌های تندرو در جریان اصولگرایان و وابسته به محمد تقی مصباح یزدی هستند. در همین حال محمد تقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه امام خمینی، هم در حمله تلویحی به دولت گفته معرفی رفع تحریم‌های بین‌المللی به عنوان بالاترین خدمت نوعی انحطاط فکری است. مصباح یزدی افسوده نخبگان، فرهیختگان و نامزدهای انتخاباتی در ایران در شرایطی دنبال تحقق زندگی راحت، عدالت و آزادی برای مردم هستند که این ارزش‌ها برای یک بت‌پرست هم ارزشمند است. مصباح افسوده است: درست است که عدالت ارزش والایی است، اما هدف غایه اسلام نیست، هدف معرفت الله است. اظهارات محمد تقی مصباح یزدی پاسخی به سخنرانی‌های حسن روحانی و سایر مقام‌های دولت 11 مبنی بر تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی مردم است. روحانی و دولت 11 در 3 ماه گذشته بارها بر ضرورت کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها از زندگی مردم تأکید کرده و این موضوع را از اولویت‌های برنامه‌های خود معرفی کردند. دولت حسن روحانی پس از 10 سال مذاکرات ناموفق جمهوری اسلامی با غرب بر سر برنامه هسته‌ایش در نهایت موفق به امضای سند 6 ماهه با گروه 5+1 شد. در این سند جمهوری اسلامی در ازای آزاد شدن برخی منابع مالیش متعهد شده برنامه غنی‌سازی خود را به زیر 5% کاهش داده و دامنه همکاری با جامعه جهانی را افزایش دهد. واعظان غیر متعظ شگفتا. آقای مصباح یزدی چنین سخنانی میگه که بودجهش امسال 2 برابر شده، چیزی نزدیک 14-15 میلیارد تومان. و آقای مصباح یزدی چه کار میکنه، چه کار مفیدی برای کشور داره؟ و اگر انسان خردمندی مثل آقای ظریف حرفی زد و تلاش کرد که از این شرایط استفاده بشه برای بهبود زندگی شما، آقای محمد تقی مصباح یزدی و شاگردانش ناراحت میشن. روح الله حسینیان در یک خانه 1 میلیاردی زندگی میکنه و آن وقت نگران این است که مبادا در وضع اقتصادی کشور بهبودی حاصل بشه. درباره اسرائیل که میگفتم شاهد از غیب رسید. آقای لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل از مهاجران سرزمین های اتحاد جماهیر شوروی سابق در افتتاح مجمع سالیانه مرکز سابان، ایشون هم بود در اونجا که آقای باراک اوباما سخنرانی میکرد و توجیه میکرد چرا با ایران توافق کرده، ایشون در اونجا انتقاد کرده، گفته خواستار مدیریت شکاف ایجاد شده بین اسرائیل و آمریکا شده. لیبرمن رهبر حزب راستگرای دیتونا توافق ژنو را غیر قابل قبول برای اسرائیل دانسته. چرا؟ اگر برنامه اتمی ایران در کنترل درآمد غیر قابل برای اسرائیل، چون اسرائیل اون وقت مجبور میشه
به تعهدات خود درباره فلسطینی‌ها و تخلیه سرزمین‌های اشغالی ملتزم باشه. آقای لیبرمن میگه در حالی که پنهان کردن شکاف دو جانبه درباره تفاهم غیر ممکن است، نیازی نیست علنی درباره این اختلاف صحبت کنیم. فرش رو بلند میکنیم و میزنیم زیر فرش. در نخست وزیر تایلند برای انحلال پارلمان اظهار آمادگی کرد در رابطه با شدت گرفتن تظاهرات در مصر که میدانید دادگاه عالی دختران محجبه طرفدار اخوان رو که محکوم شده بودن آزاد کردن. اخوان دوباره تظاهرات را انداختن. جالبه در برابر خانه آقای نادر بکار نفر دوم حزب سلفی نور، چون سلفی ها از قانون اساسی حمایت کردن، حالا اخوان المسلمین به اونا معترضن که با این ضربه کمر اسلام سیاسی رو شکستن. بله به هر حال خبرها همچنان ماند و ما هنوز در اول راهیم. شما رو به پروردگار بزرگ می سپارم و دعوتتون می کنم که به برنامه بعدی بررسی مطبوعات توجه فرمایید.